اکبر آقا خسته نباشی، حاضره؟ آقا دست به جنبون، این یه کارواشم باید بره ها. اکبر آقا 2000 میریختی، این چیه برام ریختی بابا؟ ای بابا این باد لاستیکاشو تنظیم نکردی هنوز نه؟ بابا این ماشین مسافره ها، خیلی راه باید بره. میگم اکبر آقا یه جفت از این دور سفیدایی اگه بتونی برام گیر بیاری خیلی خوب میشه. سلام آقا پژمان. چطوری هستن؟ فکر کردم تو هم تو چالی. من کسی تو چاله؟ آره اوستاد. اوستامان اصلا امروز صبح نیومده. با کی داشتی حرف میزدی؟ اوستاد دیگه اون زیره دیگه. نکنی داشتی باش حرفم میزدی. مرز نمیگی ماشین مردم رو ول میکنی میری یکی میاد بهش تعرض میکنه؟ تعرض چیه آقا؟ من 2 دقیقه رفتم اونجا اومدم. دو دقیقه چیه؟ من 20 دقیقه است اینجا. این حاضره، من میخوام ببرمش. نه یعنی چی؟ استاد گفت 5 بعد از ظهر بیا ببر. کاراشو کردیم ولی فقط ترمز دستی زیاد میخ نیست. اگه عجله نداری بذار فردا برای ردیفش میکنم. نه بابا عجله دارم، من مسافرم. اگه مسافری که قضیهش فرق میکنه. برو داداش خیالت راحت. خیالم راحت؟ حله، برو. خداحافظ. خداحافظ. اصلا اینو جواب داده به تو، برو بعدی بگونه که بابا تو همه جدولا داره میاد دیگه. ون با قانون اینم در اومد. خب این بزرگه اگه در بیاد خیلی خوبه. خب بخو کارگردان در تزیه ما این البکا دیگه. تو چی خوشی بینم جای زد. دست در نکنه. اگه اینم بگیم دیگه همه رو برده. بخون کتاب زوربای یونانی. یعنی چی کتاب زوربای یونانی؟ نویسنده شو میخوای؟ نیکوت کازانزاکیس. کازانزاکیس. ببین تو چقدر با استعدادی، ببین چه حافظه‌ای داری. بابا کنکور شرکت کن دیگه. کنکور وقت میخواد، حوصله میخواد، اما گذشته. برای سوری من الان منت نمیخوام سرت بذارم و. ولی باور کن تو خرج دانشگاه تو هم مونده. حالا بیام یه خرجم بهش اضافه کنم. اصلا نمیشه. بدایی بمیرم. به خدا من دیگه دانشگاه نمیرم. اصلا خیلی ناراحت شدم. بابا تو اصلا آدم پشیمون میکنه. نه احساس گناه کردم. اصلا یک جوری گفتی من الان اضافه کنم. حرف میزنی آدم پشیمون میشه اصلا. بابا من خرج دانشگاه تو رو که من نوکرتم هستم. من الان دارم میگم که یه آدم دیگه هم داره بهمون اضافه میشه. باید به فکر اون باشیم. سوری من اون روز داشتم با یکی از همکارام صحبت کردم. بچه 6 ماهشه. چون در مورد همین مثلا پوشک و نمیدونم شیر خشک و از این خرجایی که بچه‌ها دارن. گفت الان این پوشک ها 12 تا توش داره. بعد بسته هاشم هر کدوم 20,000 تومنه. ببین شما حسابشو بکن دیگه، لااقل روزی 4-5 تا که لازم داره دیگه. ببین ماهی 240,000 تا 250,000 تومن فقط خرج کار خرابیش میشه. حالا اینو چطور حساب کردی؟ بابا مرد خونه باید حواسش به همه چی باشه دیگه، حساب کتاب باید سرش بشه. ببخشیدا بچه‌ی من روزیشو با خودش میاره. کیمیای من خوش روزیه. باز گفتی کیمیا؟ بله. روز چیه؟ ما با هم توافق رسیده بودیم. اصلا من مامان این بچه هم خودم میدونستش انتخاب کنم. بگو کیمیا. کیمیا بابا. کیمیا بابا. بابایی. بابایی. کیمیا. بابایی. ببین دیگه که داره با من میزن. عجب رندی هستی تو. سوی چیه؟ عجب حیولایی بود. سیدی رفت. ببین این 20 دقیقه دیگه اونجایی که ما میخواییم تا غروب برسیم. نجما اینه چنده؟ این الان مدلش چیز بود 2012 بود اینی که رفتش. این الان 275 قیمتشه. نه ولی این مال خودمون باحال‌تره. نه این که عشقه بابا. اون روز با حسد مکانیک صحبت میکردم بهم میگفت که الان کارخونه فولکس واگن داره این قدیمیایی که مثلا یه کمی تر و تمیز موندن اینا رو از مردم میخره میذاره تو موزه. خب یعنی اینو چند میخرم؟
تسلیم یه گرون ببینم چند خرط رو میفروشی؟ گرون خب 100,000 دلار میگم گرون 100,000 دلار گرون مثلا 1,000,000 دلار نه 2,000,000 2,000,000 3,000,000 دلار 3,000,000 دلار بذار فکرامو بکنم شما یادگار بابا تو 3,000,000 دلار فروختی؟ نفروختم که گفتم بذار فکرامو بکنم بابا نفروختم ولی سوری 3,000,000 دلار 3,000,000 سوری تو واقعا دلت نمیخواست من پول دار بودم دیوونه تو بگی چجوری بودی باید با ازدواج کنم همینجوری بود دیگه درخت بخواهی برخ زیر بارو نمیدونی تو که عاشق نبودی چه تخت مرگ من برای گل گدا گل چه شب ما به تخت بی بهانه نمیدونم سب کن چیزی نیست سوری آخی این خورد به شیشه ببینم فلکی این چجوری خورد به ماشه بگیرش وای بدش به من ببین عزیزم قربونت برم نگاه کن بول شکسته ببینم اینو ببریم با خودمون آهی بود میخورنش صادف نکنن که نمیشه پرنده همینطوری بریم اجمان جان جانم گفتم صدقه بذار کنار گذاشتی؟ ببین داری باز بد به دلت را میدی بله صدقه هم گذاشتم چیزی نیستش که خانمم یه پرنده بوده یه لحظه اومده وسط جان تا خورده به ماشین همین حالا بذارش عقب دیگه نه 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 این باید دست من باشه نه ببین میبرمش واسه حمید فکر کنم دوستش داشته باشه اینو ندی به داداشتا چرا؟ بابا یادت رفته اون دفعه که اون چیز واسش خریدیم کامیونه بودش واسش خریدیم چیکارش کرد؟ چیکارش کرد؟ هیچی بستش به گردن اون گربه مچول همینطوری دور حیات باش میدوید صدا تو ببر گفتم صدا تو ببر بهش بگو صداشو ببره خفه نشی شارنگشو میزنه را بیافت میگم را بیافت چشم آقا ببخشید خانم من بارداره موبایلتون بله موبایل بفهمید شما
سوری جان موبایل نداره. اگه خودم پیدا کنم برات بد میشه ها. کیفتو بده بیا. سوری جان کیف. فرار کردین؟ خفش و راهتو برو. بله خب همون. کجا برم؟ هر جا که من میگم. بله چشم. صورتاتونو دارم میبینم. حواستون جفت باشه. اگه دست و پا و سک و صورت اضافه بجنبونیم بیچارتون میکنم. سرتو بر نگردو. فقط جلوتو نگاه کن. مثل بچه ی آدم. ترسیدی؟ ترس چیز خوبیه، باعث میشه آدم بازی در نیاره، مخصوصا که زن پا به ما هم همراهش میشه. کجا داریم میریم؟ 2-3 کیلومتر جلوتر نوشته چهارباغ، به پیش داخل. این بچه ی آدم. بیا این پایین. داره چی کار میکنه؟ فکر نمیکنم کاری به ما داشته باشه. جعب ابزار داری؟ جعب ابزار که دیگه یک کیف زنونه از پشت ماشین ابزارامو اون تو گذاشته. جعب ابزار برای چی میخواد ها؟ نکن از این سادیس میاس یه بلای سرمون نیاره. بابا نه، یه کاری بکن دیگه. باش الان داری یه کاری میکنی؟ خدا بزنه ما بریم. به خود مامانم اینا منتظرن. خب نگران میشن. به جون بچه‌م راست میگم. به خدا به کسی نمیگم شما رو دیدم. بگیرش. اونجا رو بکن. بلمون کن بریم، بذار بریم، قول میدیم به کسی نگیم، به جون بچه هم راست میگم. بکه چنو.
کجا داریم میریم؟ ساری. ساری؟ ساری برای چی؟ آقا شما بالاخره کی میخوای دست از سر ما؟ نه بابا گرفتارمون کرده دیگه. آقا ببخشید میشه اون موبایلو بدی من به مامانم نه یه زنگ بزنم؟ خدا خیلی نگران میشم. آقا جان ما شما رو برسونیم ساری، دست از سرمون بر میداری؟ آقا ببخشید من یه سوالی برام پیش اومده بیادبیه، ولی ماجرای اون ساکه چیه؟ پارچه داریم؟ پارچه؟ شاپر شکسته باید ببندنش. میخواین همون پشت هستش برداریم. دستشون بود این ترقه بود. بله بله. ساکه لباسات کجاست؟ جان ساکه لباسات همین لباسایی که میپوشم اون زیر صندلی عقب. خوردنی هم داری؟ بله سالاد اولیوی هست، تو سبد بنفشه هست، اونها هاشون زیره. خوشمزه است، خودت درست کردی؟ بله سبزی خوردنم هست، اگه میخوای میل کنید. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. آقا ما الان میریم ساری که چیکار کنیم؟ باید یکی رو ببینیم. حاضره؟ نه فردا. چرا؟ امروز ست سفارش دارم. زدن به محصولم، هر روز دارم ضرر میدم. روزیشونه. تو خودت مترسک میسازی بپرن، روزیشونه؟ این هم روزی منه. میگن تو مترسک ها رو جادو میکنی، از سفرسقیش کلاغ رد نمیشه، رو مترسک های دیگه کلاغ میشینه. بایسا اون کلا رو بده من، سویچ هم بده. بفرمی پیادشیم. ببخشید آخه پیادشیم که چیکار کنیم؟ بریم یه چایی میخوریم برمیگردیم. چایی داریم آتو فلاسک. گفتم پیادشیم.
بهش بگو بیاد. داره خودش میاد. خوش اومدی. سلام علیکم. ما اینجا فقط چای داریم. ما هم فقط چای میخوریم. شنیدم بازداشت بودی، فرار کردی؟ منوچهر کجا؟ منوچهر؟ شما و هم رفیق شش بودین، سراغشو هم من میگیری؟ شنیدم اونم بازداشت بوده. گفتم منوچهر کجاست؟ من چه بدونم؟ نمیدونی؟ نه. باشه، چای بیارم. میدونی که انگشتتو قطع میکنم؟ نمیدونم. این انگشته را کجا بردی؟ به تو چه؟ زنم برام خریده. منو منوچهر یه ساک عتیقه داشتیم که با هم میخواستیم آبش کنیم. خب منوچ به هم نارو زد. من چی کار کنم؟ این انگشترم تو اون عتیقه ها بود، به خاک مادرم. اگه نگی بابت چی انگشتر رو بهت داده، انگشتر با انگشتت میبرم. یه پاسپورت ازم میخواست. کجا رفت؟ نمیدونم. سراغ فری بلبل رو میگرفت. آفرین. تو نمیخوای بقیه پول این انگشتر رو بدی؟ منم تو این انگشتر سهم دارم. به جاش بهم چی میگی؟ خوبه. هرچند اون انگشتر بیشتر از این میارزه. بریم. اما کجایی را بیافتی که؟ میگم این تفنگ برای چیه؟ تو به این کارا کار نداشته باش. یعنی چی؟ پس به چی کار داشته باشم؟ مرد حسابی زن من این تفنگ با دست شما ببینه خب بچه‌مو میندازه. آقا بیا یه مردونگی بکن، بذار ما بریم. خب برای چی؟ خب چیز کن، بذار زنم بره. من خودم تا آخر دنیا نوکرتم، فقط بذار زنم بره. را نداره. یعنی چی را نداره؟ برای چی را نداره؟ من پیشتم دیگه. ببین زن من از ترس جون منم که شده، اگه بذاری بره اصلا هیچی به کسی نمیگه. بذار بره دیگه. پسرده ای، من خودم حواسم به اوضاع زنت هست، نگرانی اصلا هم نباش. اگه قول بدی مثل بچه ی آدم رفتار کنی هیچ اتفاقی نمیفته. چی؟ بچه ی آدم. الان میایم. اومدم. بریم. نبینتشا. بریم. الو سلام، سیبیل هست؟ گوشی بده بهش. چطوری؟ همین دورو برای نه رو به راه هم ولش کن. ببین آدرس فری رو میخوام، فری بلبل. میدونم اونجاست، آدرس دقیقش رو میخوام. یه دقیقه گوشی، یه دونه قلم کاغذ بده. ببخشید چیزه اینه کاغذ ندارم، جدول من هست میخوام. آره همونو بده. بفهمید. بگو. نمی نویسه. یکم فشار بدیم می نویسه. از اول بگو. پیشمن با تو هم کجا داریم میریم؟ مشهد. مشهد؟ فقط گفت برو مشهد. هم گفت برو مشهد، تو هم داریم میریم. چی نگفتی بهش؟ چی کار باید میکردم؟ مثل اینکه حالی نیست. تو چه وضعیتی هستیم؟ گروگانیم. یه نگاه بکن ببین چه آدم خطرناکیه. سوری من به خاطر تو بچه‌مونم که شده هرچی میخواد باید باش را بیام. ببین مامانم میره چی کار کنم؟ من بیچاره نگرانم. زنگ بزن بگو نمیه. شما شنیدین؟ آخه نگفتید را افتادی. بگو ماشین خراب شد. خب نمیگه چرا از صبح زنگ نزدی؟ اصلا نمیخواد زنگ بزن. نه بریم ببر. ببخشید. Thank you.
افتادیم، ماشین اول جاده خراب شد. آره نه، آنتنم نمیداد، من موبایلم آنتن نمیداد، نتونستم بهت زنگ بزنم، ببخشید تو رو خدا. باش من بهت زنگ میزنم مامان، مامان بهت زنگ میزنم. آره الان کار دارم، قربونه دارم، خدافز خدافز. چایی داری؟ بله بله. میپرسن که چی شد اینطوری شدی؟ از کی اینطوری شدی؟ اصلا چرا کلن اینطوری شدی ها؟ حالا واقعا چرا اینجوری شدی؟ چجوری شده؟ نه نه آقا شما هیچ طوری نشدین سوری جان، بسه دیگه. آقا شما چاییتونو بفرمایید. سب کن ببینم، بسه بگه خانم بگو من چجوری شدم؟ ببخشی شما تو طبقه اجتماعی خب به ذکر محسوب میشین دیگه. چی؟ نه آقا هیچی. بزهکار دیگه، بزهکار یک پدیده اجتماعیه که فرد نمیتونه نیروهای غریزی رو در درون خودش کنترل کنه. بنابراین چنانچه نتونه این نیروها رو در درون خودش خارج بکنه، فرد دست به کارهایی میزنه که برخلاف هنجارهای اجتماعیه. یعنی در حقوق دیگران دخالت میکنه، نظم اجتماع رو به هم میریزه و آرامش خودش رو به هم میریزه. آفرین، موفق شدی که عصبانیش کنی. البته من خدمت شما عرض کنم که بزهکار همیشه هم معنی بدی نداره ها. خیلی وقتا دیده شده که اصلا معنی خوبی داره. مثلا الان در مورد خود شما، در مورد شما خیلی معنی خوب و برازنده ای هم داره. بله شما این کتابای دانشگاهی رو جدی نگیرید، بعضی وقتا شلوغش میکنن. بله یواش برو جا، گفتم بهت یواش برو. نه دیگه راه بازه، داریم میریم دیگه، بعد نه که شما عجله دارین، میخوام سریع به مقصد برسیم. اینجا حد اکثر سرعت 70 کیلومتره، شما دارین 90 تا میری. بله چشم، راست میگم دارم 90 تا میرم، اصلا حواسم نبود دیگه. بله دوست داری برای سرعت زیاد بگیرنمون؟ نه خدا نکنه. یعنی شما هزار ماشاءالله خیلی حواستون جمعه. آقا خدا بیامور زکاس بود. مادرتون چی؟ نه نه خونه دار بود. ببینم ببخشید با هم دعوا میکردم. دعوا؟ نه نه بابای من لیلی و مجنون بودم، عاشق و مشهور تو محله اصلا معروف بود. آقام تریاکی بود. نه نه من عاشق این بود که بشنه پای بساطش رو بهش برسه. خلاصه عالمی داشتن دوتا. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه. چیز ابنه میخواستم ببینم که چایی میخوری؟ دمت گرم آبجی. تو چایی میخوری؟ نه خیلی خودش نمیگه این حالا چایی کجا باید بره. دستشویی خریبی چه با اینجور سوی چایی بستی بخی که ما همینجوری هم کلی هم داره میتره که میری دستشویی، میری دستشویی. من معذرت میخوام. چیزه میگم پدر مادرتون میدونستن که شما تو کار خلافی؟ بفرمید. نه من تو همون جوونی از خونه زدم بیرون، نذاشتم از چیک و پوکم خبردار شه. نه نه مگه میفهمید کارم خلافه دق میکرد. آخه تحت آقاریش بودم عزیز کرده. چجوری رفتی تو کار خلاف؟ رفیق ناباب خورده پستتون؟ رفیق؟ نه آبجی من از اول خودم کلم باد داشت. تو 18 سالگی توی ابزار فروشی شاگردی میکردم، چند تا مشتری دائمی داشتیم، میامدن لوازم حفاری میخریدم، باهاشون رفیق شدم. یواش یواش فهمیدم کارشون گنجه، کارم بردم با خودشون به گنج، خوشمون اومده بود. بعد که دیدن کلم خوب کار میکنه شدم نقشه خونشون. ببخشید گنجم پیدا کردی؟ گهگاهی یه چیزایی پیدا میکردیم، ولی همش این خورده مرده ها بود، همش دنبال یک گونده شده. پیدا شد؟ آره پیداش کردم،
اما یه نامردی از چنگم در آورد. الانم لازم باشه تمام دنیا رو میگردم تا پیداش کنم. ببخشید داداش، حالا نمیشه این گردش دور دنیاتون رو با یکی دیگه انجام بدین؟ دست از سر ما هم بردارین. گنجه خوب تو هم ساکه بود. حالا مثلا چقدی میارزید؟ خیلی. همون خیلی مثلا چقدر؟ چند میلیون؟ 3 میلیون. 3 میلیون؟ 3 میلیون؟ این همه بگیر رو ببند در 3 میلیون؟ آقا نمیشه ما این 3 میلیون رو به شما بدیم بی خیالمون بشی؟ 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار؟ چقدر میشه حالا؟ 9 میلیارد تومان. آقا 9 میلیارد؟ 9 میلیارد تومان. میگم مال کی هست؟ مال هیچ. پس شما کجا بردینش؟ زیر خاک. یعنی صاحب نداره نه؟ مال کریم خان زند. اینو تعبار زندیه. مال کریم خان زند؟ ببخشید ولی یکی گنج ملیه نه؟ گنج ملیه چی؟ اینا همش حرف آبجی. گنج مال اونیه که پیداش کنی. تخمه داری؟ نه. حلوله چی نداری؟ خیلی باید ببخشید که آمادگی مهمون نداشتی. وایسا جان، بنزینت که داره تموم میشه. آه نه، اینو میگی؟ این چیز آمپرش خرابه، بنزین زیاد داری. وایسا. میگم داریم دیگه. بهت میگم وایسا. شما جا تو با من عوض کن. اینجوری روی ما جفتتون رو بهتر میبینم. حالا دنده عقب بگیر بنزین بزنه. کجا؟ بنزین بزنم دیگه. لازم نکرده. آقا آقا زحمت باکشو پر کن. چیه؟ سویچ. آها بفرم. داداش بجام دیگه. با کش چند تا میگیره؟ 50 تا. بنزین داشت ها؟ دست شما درد نکنه. نگاه کن. برو دیگه. چی کار داری میکنی؟ چرا بوق میزنی؟ وایساده جلو دیگه. باشه بگیر اون من برو. چی شد؟ چی کار کردی؟ نمیدونم چیزی پشتمون بود. ای خدا بدبخت شدم. ای وای خدا مرگم بده. سوری تو رو خدا ببین چی شده. پشتت نگاه نمی‌کنی؟ خب عزیزم نگاه کن. مادر اسمتون چیه مادر جان؟ شکر شده ای خدا. این خانم کس و کار نداره. کس و کار نداره. ولی نماز پیاده شده از کاروانش جا مونده. خدا مادر جان اینو بخور. اینو بخور عزیز دلم. اینو بخور قربونت برم. چیکارش کنی؟
آقا یعنی چی چی کارش کنیم؟ بلش دیم ببینش بیمارستان بند خدا تا دیر نشده. نه آقا این بیمارستان نمیخواد که، این خورده زمین هول کرده. سوری یکم پشتش رو مشتمال بده حالش خوب میشه. بابا این بند خدا سنش بالاست، ببین ببرش بیمارستان تا دیر نشده ها. ای بابا آقا شما هم گیر دادی، هی ببرش بیمارستان ببرش بیمارستان. این سنش بالاست، ببریمش بیمارستان اونجا رو میبینه هول میکنه بدتر میفته میمیره. همینجوری بمونه خوب میشه دیگه. آقا یعنی چی خوب میشه؟ خوب ببین دهنش باز نمیشه، اصلا نمیتونه حرف بزنه. بچه قبلش خیلی خوب میتونسته حرف بزنه. آره بابا مثل بلبل حرف میزد، سر ما رو برد. آقا زنگ بزن پلیس بیاد، مثل که اصلا ایشون قبول نمیکنه زده به این خانم. آقا چرا حرف میذاری تو دهن من؟ کی همچی حرفی زدم؟ ببریمش بیمارستان. نه آخه داره یه حرف. آقا برو زنگ بزن پلیس بیاد. میگم ببریمش بیمارستان. نمیخوای سب کنیم پلیس بیاد؟ این دردسر میشه واسه مونا. سوارش کن. میگم واقعا ببریمش بیمارستان؟ نه. خب چی کارش کنیم؟ هیچی، حالش خوبه. سوری جان حالش خوبه؟ چی بگم فکر کنم. مادر جان حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ عبیب جان مادر کی اومدی؟ میگم حالش خیلی خوبه. مادر جان نکنه مخش تکون خورده ها؟ یعنی چی؟ پژمان تو بهش زدی مسئولیتش با توه؟ ای بابا یعنی چی؟ هرچی مریض و زخمی و دیوونه فراری ریختن تو ماشین ما، آخرش هم میگن مسئولیتش با توه. درست نیست دیگه؟ چشای کورتو باز میکردی؟ نمیزدی به این که اینطوری نشه. خلق خودتو تنگ نکن مادر. مادر کجا داشتی میرفتی؟ نمیدونم حبیب جان. حبیب کی مادر جان؟ ها؟ دیگه خفه. مادر جان اسمت چیه؟ اسمت از حبیب بپرس. من خوش و حواست رو حسابی ندارم. ننه ببخشید، فکر کنم شما رو با پسرش اشتباه گرفته. چیکارش میخوایی بکنی بالاخره؟ حالا یه کارش میکنی. یعنی چی یه کارش میکنی؟ شما الان باید تکلیفت با خودت معلوم باشه. به من بگو چی تو کلته؟ برنامه چیه؟ پررو شدی دوباره. من برای چی باید به تو بگم چی تو کلمه؟ مثل اینکه یادت رفته تو گروگان من. آخه تو خودت هم نمیدونی چی کار میخوای بکنی. میخوای جلو زنت زایت کنم. آره؟ با این دست فرمونه. خیلی ببخشید، من واقعا شرمندم. یکی ندونه فکر میکنه که مثلا ما شما رو. آره ببین میزنم تو دهنت. آقا جان چرا اینجا بری؟ کامیرا باشه جهنم. ببین بابا پیش با پولیس چی کار میکنم؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ آروم بزن بقیر. مثل بچه یا داره میاد. پلیس داره میاد. سلام علیکم. وقت بخیر. مدارک ماشین؟ بله مدارک. بفرمایید جناب سروان، الان مشکل ما چیه؟ لطفا هر مشکلی که دیدین بفرمایید. دعوا میکردید؟ دعوا میکردیم. داشتیم شوخی میکردیم. پشت فرمون جای شوخی کردنه. هم برای خودتون اتفاقی میفته، هم تو جاده برای دیگران ایجاد خطر میکنید. ببخشینشون، جوونن، کم طاقتن، خامی کردن، همش تقصیر این پسر منه، خیلی شیطونه. از مادرتون خجالت بکشید. شرمنده. بفرمایید. یعنی من الان برم؟ احتیاط کنید. برم با... بله چشم. مادر دمت گرم. دمت گرم مادر. صد بار بهت نگفتم زود از کوره در نرو. این اخلاقت به بابای خدا بیامرزت رفت. آقا خدا بیامرز که آزارش به مرچم نمیرسید. بس که قریب نواز و مردم دار بود. اخلاق بدشو هیچ که ندیده. امروز چقدر صحبت آقام شد، دلم تنگ شد برمش. یادته یه دفعه زدی تو گوش پسر عفت خانم
تو پستوی خونه حبست کرد؟ آقام هیچ وقت دست رو بچه هاش بلند نمیکرد. پیرمرد مهربون. خاک براش خبر نبره. خیلی اذیتم کرد. اما با همه گند دماغیاش خیلی دوستش داشتم. یادم یه بار توپ بچه های من افتاد رو ملافه هایی که عزیز شسته بود. عزیزم شاکی شد، توپ رو گرفت قایم کرد. آقام که اومد نتونست گریه بچه های محله رو بود. توپ رو پیدا کرد داد بهش. توپ رو بهشون داد که تو کوچه میری باشون گلاویز نشی. من که با بچه های محل کاری نداشتم، اونا سر به سر رو هم بذاشتم. اینم مخش تکون خورده ها. عزیز چقدر هم برای اون لوبیا پلو تنگ شد. ایشالله پابوس آقا که برگشتیم تو ایوون سفره میندازیم از اینجا تا اونجا، همه‌رم بگیم بیا. علیه بیاد با بچه‌هاش، مرضیه و شوهرش، خاله بهیه، مصیب هم میگیم باش بیا. خاله عزرا رو میگیم با امیرعلیش بیا. قلقک بازی در میاره، کل نمیخوره. آقا بفرما، آماده است. ببخشید دیگه زودتر از این نمیتونستم درست. دست شما درد نکنه آقا، خیلی ممنون. مرسی، بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. حساب کن بریم. بله. آقا ما چقدر باید تقدیم کنیم؟ آقا قابل نداره. مهمان رو باشید. نه چقدر شد؟ بفرمایید. 40,000 تومان. 40,000 تومان؟ بله آقا 40,000 تومان. چه خبره مگه سر گردن است اینجا؟ 40,000 تومان. 20 سیخ گرفتی، سیخ 2,000 تومان میشه 40,000 تومان. قابل هم نداره آقا. 40,000 تومان پول بدم بهش؟ من پول زور به کسی نمیدم. حساب کن بریم. نه آخه اصلا تمیزم نیست. نگاه که چه وضعیتی کسیبی چیه اینجا درست کردی؟ نه این اصلا بیا. چرا اینجوری میکنی؟ تو فکر کردی من چلمنم ها؟ رو پیشونیم چیزی نوشته؟ منظورت چیه؟ تو را سرعت رفتی پلیس بگیرتمون، هیچی بهت نگفتن. آمار بنزین رو غلط دادی که بنزین تموم کنیم بمونیم، بازم هیچی بهت نگفتم. الانم اینجا داری شلوغ بازی در میاری که مردم رو دور خودت جمع کنی؟ از اخلاق خوب من داری سوء استفاده میکنی؟ یه کاری نکن اسلحه رو نشون خانومت بدم ها. حین بچه آدم رو حساب کن. ببین پژمان، نه اینجا، هر جای دیگه دوباره داد و قال کنی و مردم بریزی دور خودت، اسلحه رو در میارم همه رم میکنن میرن، منم سریع جیم میشم، ولی قبلش تو رو ناکار میکنم. پس مثل بچه آدم رفتار کن. بفرمایید. جون جیگر دست در نکنه پژمان. مادر لوبیا پلو نمیشه ولی ته دلمونو میگیره. بیا ده بخور از دهن افتاد. مادر دیدی با هم آشتی کردیم؟ ببینم اگه خوابت گرفت یا چشات سیاهی رفت بگو خودم بشینم، به کشتنمون ندی. نه خوبم. یه سوالی ازت بپرسم. بپرس. با پول این گنجه چی کار میخوای بکنی؟ نمیدونم، بذار اول پیداش بکنم بعد فکرشم. اشتباهت همینه دیگه. چرا؟ وصفال ایش نصفال ایش. من همیشه خودم، مثلا موقعی که تنها هستم میشینم با خودم فکر میکنم اگه پول دار بودم با پولم چه کارهایی که نمی کردم. بعد با همون فکر کلی حال میکنم. مثلا چی کار میکردی؟ ببین من این پول دارایی که میرم با پولشون مثلا خونه آنچنانی میخرن یا میرن ماشین آنچنانی میخرن، من با اینا حال نمیکنم. من دوست داشتم دست سوری و بچه‌مو میگرفتم، با هم دیگه میرفتیم دور دنیا میگشتیم. نه مثل اینکه خیلی هم احمق نیستی. ولی من این تو نیستم. چطور؟ تمام زندگیم در بدری کشیدم، دلم خواد برم یه کنجی، جای دنج آروم، جای خلوت،
یه خونه تو دشت آروم بشینم زندگی اون رو کنم. همینجوری تنهایی؟ تو کسی تو زندگیت نداری؟ مثلا زنی نشون کرده چیزی؟ آخه نمیشه که آدم همینجوری تنهایی؟ تو چقدر سوال میکنی تو؟ را تو برو اسم شبی فکش گرم شده. آخه حالا چیه؟ هفتاد سی وسوسه شدی؟ یا حالا هر جوری دلت میخواد حساب کن. سی خیلی زیادته. نه، هفتاد من، سی تو. چرا اون وقت این فکر رو کردی؟ خب به این فکر کردم که الان دیگه تفنگ دست منه، ماشینم که مال منه، تازه میتونم برم پیش پلیس آمار تورم بهشون بدم. زرش ماشین داری؟ تفنگ هم داری؟ گنج کو؟ کو؟ با اینکه زیادته باشه، هفتاد من، سی تو. این راست میگی، من نمیدونم گنج کجاست، ولی یادت باشه میتونم برم پیش پلیس بهشون بگم منوچ رفته دنبال فری بلبلا. برو بگو. برم بگم؟ آره برو بگو. میرم میگم. آه شست شهر پنجا پنجا خبوله پنجا پنجا حبیب من کو؟ حبیب
پژمان چی شده؟ نه هیچی نشده. چی کار داری میکنید؟ من داریم صحبت میکنیم. من خوبم، تو برو استراحت کن، ما هم الان بیار. مطمئنی خوبی؟ آره برو. ببین فقط حواست باشه، زنم هیچی نباید بفهمه، هیچی. شهر چی شده؟ آرمان خوشگیه، یه دقیقه بایستا. اونو که دیگه ردش کردیم، جلوترم هست، برات میخورم چشم. اینجا نباشه آخه پژمان جان. ببین عزیزم، اینجا نمیشه دور زد، این جاده خطرناکه، گارد ریل داره، کامیون میاد، جلوتر هست دیگه، میخورم. بچهش ناقص میشه جان؟ بچه هم میگه ناقص میشه. یعنی چی؟ چرا؟ اگه حرف زنی بیاد کنه مادر جان. خیلی وقت از بیارش گذشته ها. پژمان جان حواس کردم. خب عزیزم یه جا تونستی بزن بغل بریم براش بگیریم. اون گارد ریله گناه داره زنه. خیلی وقت پیش یکی رو دوست داشتم، نامزدم کردم. چی شد؟ پدر بی پولی بسوزه. میگم حالا که داری پول دار میشی برو سراغش. حالا اون بچه هم داره. پشمان قدر این روزا رو بدون. اینقدر خوب آدم برای زنی بیار کرده، شاد برو خوشگه بخره. نگفتی اسمت چیه؟ تو همون حبیب صدا. اینجوری عزیزم راحت تره، وقتی میبینمش همش یاد عزیز خودم میفته. ماشین داره حرکت میکنه. گنجه واقعا 3 میلیون دلار میارزه. مشتری درستش رو پیدا کنی بیشتر. سوری ترمز دستی رو بکش. سوری جان خوبی؟ عزیز خوبی؟ سوری چرا هیچی نمیگی؟ خوبی؟ یعنی چی نمیدونم؟ بچه تکون نمیخوره. تکون نخوره عزیزم، همش که نباید تکون بخوره. نه این دفعه یه جوریه، بسه تکون نمیخوره. یه خدا نگه عزیزم. سوری یه دقیقه آروم باش، یه لحظه آروم باش عزیزم. سوری جان چشاتو ببند یه دوتا نفس عمیق بکش. حالا هرچی که من میگم با من تکرار کن، باشه؟ تمرکز کن. کیمیا به دخترمون فکر کن. کیمیا جان، کیمیای قشنگم، کیمیا جان، کیمیا داره تکون میخوره. باب مایی یه ما دیگه مونده. دلت درد میکنه؟ خوب میشه. آیتل کرسی خوندم، خود کردم، خوب میشه. الهی قربونت کنم. من میدونی چیه؟ همش میترسم بچم سالم به دنیا نیاد. نمیدونم چرا. انشالله که میریم کابوس آقا، از خدا بخواد یه بچه سالم و صالح بهت بده. میدونی بچه ناخلف بدتر از بچه ناسالم. پسرم حبیب وقتی دنیا اومد با باباش رفتیم کابوس آقا، همونجا از خدا خواستم که بچه‌م صالح باشه.
باعث سرفگندگی نشه. همونم شو الان همه سرش قسم میکنه. پول بده. آه نه همینه. سلام علیکم. من گشتمه، یه جا بایستی می یه چیزی بخوری. من خیلی میخوری ها بچه هم آقا اشتباه زیاده، بنیش نه که قویه، خیلی غذا میخوره. زار ماشون دهن داره خرش رو با ما بدین. من برای خودم نمیگم که الان خانمت هم گشتشه. کوبیده بر من سفارش بدین، من برم دستشویی. حبیب جان کجا داریم میری مادر؟ بر میگردم الان. زود بیا مادر جون. چشم. پشمان فکر کنم الان بهترین موقعیته. برای چی؟ میگم به نظر تو الان زنگ بزنیم به پلیس. پلیس؟ آره زنگ بزنیم آدرس اینجا رو بدیم. بلند شو دیگه. ولکن بابا سوری، این یارو دیوونه سا، یهو میفهمه یه کاری دستمون میده ها. ببین ما که تا اینجا رسوندیمش چیزی نمونده دیگه، باقیش هم میبریم خلاص. دوست آدم خوبیه ولی مثل یادت رفته و ما رو دزدیده. آره دزدیده ولی خدایش کاری هم با همون نداشته دیگه. آدم بدی که نیست. بعدش هم تو دیدی چه گذشته ای داشته، دلت میاد؟ ندیدی چجوری برای نجات دادن شماها جون خودشو به خطر انداخت؟ تو که آدم بی‌منظوری نیستی. درست آدم خوبیه ولی مثل یاد رفته یه مقدار خلافکاره. خب آدم خلافکارم ما باید تحویل پلیس بدیم دیگه، خدا ما رو ببخشه. سوری خانم مثل اینکه شما مددکاری. ببین بعضی وقتا خلافکارا رو نباید تحویل پلیس داد. چه میدونم باید ارشادشون کرد، باید بهشون محبت کرد. این راهشه. فرق میکنه. خب پای گنج ملی در میونه. اصلا تو میدونی گنج ملی یعنی چی؟ گنج ملی دیگه یعنی چی؟ یعنی تاریخ، یعنی فرهنگ، یعنی برد. پژمان ماشینم رو برد. پژمان ماشینم رو برد. سلام باکی؟ همون که ماشینشو دزدیدن؟ باشه؟ همون که ماشین دو دیده. الو؟ فکر کردی خیلی زرنگی ها؟ فکر کردیم آقا بابا ما یه عمری دنبال یه همچین گنجی بودیم، حالا بیاییم با تو پنجه پنجهش کنیم، سهم بدیم به. خیلی نامردی. ببینم من به عنوان یه گروگاندی چه بدی به شما کردم که الان به ما میگی نامرد؟ نه خدایش اذیتتون کردم. بابا گروگانگی ندیدی؟ فقط یه خط رو ماشینم بیفته من میدونم. تو حالا برزخی نشو، ماشینتو میذارم ورودی شهر، موبایلتو میذارم تو داشبورد، لباستم میذارم سر جاش. خوبه؟ آقا نون رو اک سر اون باشه. و عزیزم هم بگو مواظب طرقم باشه. عزت زیاد.
پری دیگه برای چی؟ برای چی؟ برای که بگیم دیگه. بریم چی بگیم؟ خودتو نگفتی که دیگه تموم شد؟ ببین الان ما میریم کلانتری، فکر نکنی همجوری راحت ولمون میکنن ها. اونجا سوال میکنن، جواب باید بهشون بدیم، پرسشنامه باید پر بکنیم، داستان میشه. پس وقتی میشه ها؟ با عزا وجدانت میخوایی چیکار کنی؟ اگه از کشور خارجش کنن چیکار میخوایی بکنی؟ چی میگه گنج ملی؟ خودتو تا دیروز میدونستی اصلا همچین گنجی هست؟ حالا که میدونم. آخه سوری جان داستان میشه ها. تو الان حال خودتو ببین. اصلا عزیزو چیکار کنی؟ میریم حرم. خب من تحویل بخش گمشده ها میدمش. چی بگم؟ پس یه کار میکنی؟ ها ببین الان من اول شما ها رو دم حرم پیاده میکنم. خب بعد خودم میرم کلانتری. خوبه؟ پشما میگم نگرد ندارم. ای بابا سوری خانم، شما اول باید تکلیفتو با خودت معلوم بکنی. من الان گنج ملی رو بچسبم یا خودمو؟ ببین پشما برو. خب خدا خوشت و بنای باید ازت تشکرم بکنم، کاری نکردی که. یه کاری میکنی؟ ببین تو گوشی منو همراه خودت ببر. بعد عزیزم فعلا تحویل نده، من یکی همراهت باشه یکم خیالم راحت تره. عزیز هست، حواسش بهت هست. عزیز با این حالش اون به هوای من داشته باشه همین الانش هم خیلی هوا تو داشته ها. بهتر میدونی الان تو که گفتی من فهمیدم راست میگی، گنج ملیه. من نگرانشم، برم کلانتری بهتره. سلام علیکم. آدرس دادن سمساری فریدون بغل فروشگاه. دست شما درد نکنه. بفرما. یه سری جنس داشتم میخواستم آبشون کنم. چه جنسی؟ جنس دیگه عتیق جات قدیمی. صاحب اینجا شمایی؟ صاحب اینجا کیه؟ کاری داری با خودم هم بگو. من کارمو گفتم دیگه. از کجا آوردی؟ زیر خاکی هم. خودم از زیر خاک درشون آوردم. سکه هست؟ هست دیگه، سکه هم هست، انگوشترم هست، گردن بند، گوشواره. خریداری؟ ای والا ماری جلا کف کردم به خدا، این همه سال تو این کارم ندیدم همچین چیزی تا حالا. قیمتی هن عیار بالان. راضی هم ازت آق منوچ، بعد این همه دل دوزی بالاخره بلیتت برد. اما میدونی چیه؟ یه مشکلی هن. اینا قیمتی هن درست، اما تا اینا برای تو پول نشن واسه تو نون نمیشن. تو زیرخاکی قیمتی داری درست، اما کی مشتری رو میشناسه؟ من.
کی میخواد تو رو بهش نشون بده؟ من. کی میخواد فراریت بده؟ من. چقدر؟ آقا چی عدیر؟ آقا مأمور اومده بود. از کجا فهمیدی مأموره؟ اسلحه‌شو دیدم. آقا منوچ جمونم آمارمون غلط شده، تو بپر این عتیقا رو بریز تو ساک، بپر سر چارای کامران وایسا، من خودم با موتور میام دنبالت. بجو چی منو دور زدی؟ بابا جون بچت برو الان گمشون میکنیم ها. فکر کردی خیلی زرنگی؟ آره منم که نمیتونم پیدات کنم ها. تو زرنگ. الان برو اون گنجه که داره دور میشه. راه بیفت رو حرف بزن. برو. فشار بده اون ماس ماسکو. خیلی خوب. فکر کردم ماشین مسابقه است. اون کیه؟ اون منوچهره؟ بله. اون یکی چی؟ اون چی بود اسمش؟ بلبله؟ آره. کجا میرن الان؟ من چه میدونم بابا؟ برای چی منو پیچونی؟ آقا تو زن داری، بچه تو راهه، این کارا خطرناکه. اینا آدم های کله خری هن. منی که میبینی آقا بس سرم گذشته، ولی تو حیفی. جو آقا دیدمش. یواش. نه نه باید بهشون برسیم. فاصله رو باید رعایت کنی، نه نباید منو ببینی. ما باید بریم ازشون بگیریم دیگه. وسط خیابون اوغش که شد من خودم بهت میگم. اسلحه همراهته؟ میخوای بزنی بکشیشون؟ این یه کارم، من بر نمیام. شاید خواستیم بترسون بشون. وایسا وایسا همینجا وایسا. زد بهشون؟ اب نداره. ساکو برداشت رفت. چرمت تو 5% هم زیادته، چه برسه 50%؟ 60%. با
خود آمبولانس رفت. میگم اگه تو بیمارستان در ساکر رو باز کنن خیلی بد میشه ها. قبل از این که اونو در ساک رو باز کنن ما باید پیدا شد شد که پلیس ها هم اونجا. اگه میخوای به پول برسی باید خطر کنی. همین هم دیگه بیا همین هم وایسا یواش اول بهشون نزدیک بشیم فقط چش از ساک ور ندار. بریم دیگه بریم برش داریم نمیشه بابا ریسکه الان اگه بگیرنمون در ساکو باز میکنن اون وقت همه چی به هم میریزه. الان حواسشون هست باید وایسیم تا این موقعیت خوب. اوضاع منوش بریخته. من میرم از فری حرف بکشم. تو چش از ساک ور نمیداری. تا دیدی دور و برش خلوت شده برش دار ببینم یه کار ازت برمیاد یا نه. آره بابا برو برو برو. چطوری فری؟ تو اینجا چون؟ من با منوچ شریک بودم اون بهم نارو زد. خب ساک دست منه منوچ هم ازاش کش میشی. خب قرار معاملتون کجا بود؟ چرا باید به تو بگم؟ اون به چقدر سهم میداد؟ 20% بعد از فروش عتیقم. خب منم همین سهمو بهت میدم فقط بگو قرار کجا بود؟ چرا باید به تو بگم؟ مجبوری بگی چون من اگه برم دستت به هیچ جا بر نیست اما اینجوری به سهمت میرسی. منو چمونجوری که منو دور زد به تو هم نارو میزد اما خودت میدونی که تو مرام ما این چیزا نیست. پس مثل بچه یا نه بگو قرار کجاست؟ شما همراهی مریض هستین؟ بله ایول ورش داشتیش. آره داشتم دنبالت میگشتم. آره ورش داشتیش برش بدم. ببخشی برای چی بدمش به تو؟ الان وقت این حرف هست؟ اتفاقا همین الان وقت این حرف هست. یادت رفته یه بار به من نارو زدی. چی کار کنم من؟ میشید جدا کن سهم منو بده ببرم اینجا؟ بله آدم ناشی گنجی که تقسیم نمی کنن پولش رو تقسیم می کنن. بعدم من سهم تو رو دادم بهت بوده میخوایی بفروشیش. خیلی خب پس همون یه دسته ای که دستت بسته. چی؟ یه دستش دستته دیگه. من این دسته رو بل نمی کنم بهت اطمینان ندارم. خیلی خب بابا بیا از اینجا بریم. بی بریم سوریه آقا یه لحظه بایستم خدا بشما کی بهت خبر داد بیا اینجا وقتشه بشما نمیدونم بشما خدا رو شکر تو اینجایی بشما بگو منو ببرم بشما بشما منو ببرم بشما حواسم به این حیوان بود. اینم مثل من گونه ای طوری میگیره. بیا بگی پیش تو باشه خیالم راحت تر عزیز. من نمیتونم نگرش دارم.
میخوای بریم برام دعا کن. همسر این خانم شما هستی؟ بله. همراه من بیا. بفرمایید بشینید. نه خیلی ممنون، من همینجوری راحتم. ببخشید خانم دکتر، حالش چطوره؟ بفرمایید بشینید. حالش خیلی بده خانم دکتر. باید به صورت اورژانسی بچه رو خارج کنیم. الان؟ هنوز که وقتش نشده. خانمتون خیلی استرس داشتن. کیسه آبش پاره شده. اگه هر چه زودتر عمل نشه ممکنه واسه بچه اتفاق بیفته. ای وای. گفتم ببرنش اتاق عمل. ایشالا که اتفاق بعدی نمیفته. آقا براش دعا کن، الان میتونی بری پیشش. سوری خانم عزیزم نترسی، من کنارتم. برای چی گریه میکنی؟ تو الان باید بخندی، دخترمون داره به دنیا میاد. سوری خانم ببین، من با دکترت صحبت کردم، گفت هیچ چیزی برای نگرانی نیست. سوری جان ببین، با مامان تینا هم تماس گرفتم، تو راه هم دارم میام. جان نشنیدم. چشم، دعات هم میکنم. من مطمئنم که تو بهترین مادر دنیا میشی. عزیز ایشون با شما؟ بله هم مواقعشون باشین داشتن من به قبل متوخونه حواسم گوش باشه که ما کار از خودش نده. چشم ببخشید. چشم زمین پرنده مرنده و حیوانات اینجا جاش نیست. قدقنه هرچی سریتا بخون من اینجا تک کنید. چشم من شما بفرمایید من حلش میکنم. بیا بریم عزیز جان یه دقیقه بشین. بیا اینجا بیا بشین. آخه عزیز اینو برای چی با خودت آوردی؟ خب حبیب گفت من ازش خوب مواظبت کنم، وقتی خوب شد ببرم تو حیات سن آزادش کنم بره. خیلی خوب، یه جای قایمش کن، اینو ببیننش میندازنمون بیرون ها. قایمش کن عزیز جان، قایمش کن. نمیدونم چرا دلم گرفته عزیز، میترسم. میدونه قدیمی ها چی میگن؟ میگن هر مادری سر هر بچهش زیاد درد بکشه اون بچه رو بیشتر دوست داره. من دلم نمیخواد سوری درد بکشه. این درد رو باید هر زنی بکشه، عوضش پاک میشه. پاک پاک.
عزیز دعاش کن، تو رو خدا دعاش کن. دعاش میکن، دعاش میکن. الهی که به حق این امام هشتم یه بچه خوب و سالم خدا بهت بده، همون جوری که حبیب منو به هم برگردون. قرار معاملتون کجاست؟ چی؟ قرار معاملتون کجاست؟ دیوونه داری؟ چی کار میکنی؟ آدرس ساکو بده من. پژمان خفه گفتم ساکو بده من. یه قدم بیشتر تا 3 میلیون دلار نمونده ها. خریدارا کجا؟ چند دقیقه دیگه میرسن، تو هم تنهایی نمیتونی. گفتم خفه شدی که. باشه 70-30. چرا؟ الان تفنگ دست منه، گنجم که دست منه، خریدارا هم که هستن. پس بذار منم بیام. واسه چی؟ برای اینکه اونا تا تو رو ببینن میفهمن ناشی، هیچی هم بهت نمیدن، تازه اگه نکشنت. ببین تو دو راه بیشتر نداری، یا اینکه منو بکشی که این کاره نیستی، یا اینکه بذاری برم. منم تا برم اینجا رو لو میدم. پس بهتره من باهات بیام سهمتم بگیری. فریکو نشد که بیاد، ولی سلام رسون. چقدر بدم؟ 3 میلیون. یکی از اون ساکا رو بده. یه میلیون. چرا؟ برای اینکه تو فری نیستی. از کجا معلوم فردا فری نیاد بگه ساکمو دزدیدن؟ تو خریدار نیستی. 500 تای دیگه هم میذارم روش. 3 میلیون دلار یک کلام. این بیشتر از 3 میلیون میارزه. میدونم، ولی تنها خریدارش هم خودمم. پس خودم تعیین میکنم قیمت چنده. باشه. جون با همه یکانیم قانه باش، جونت هم به خطر ننداز. من آدمی نیستم که برم سر معامله دست خالی برگردم. داری تهدید میکنی؟ هشداره. این همین از این؟ کارشون خیلی درسته، همینه میبینی؟ سخت در این دورای نظامی رو گذرونده، مثل مار پشت الماسی خطرناک و سریه. اون یکی تیرانداز و قهاریه، چشماش مثل عقاب سرسفید تیزه، بال مگس رو هوا میزنه، تیرش ردخور نداره. من به اینا میناسم. آقا من میفروشم. 70%ش مال منه دیگه. آقا من سهم خودمو میخوام بفروشم. تکون نخوری و الان مغزشو داغون میکنم. بنداز از سر تو. بهت میگم بنداز. تو هم همینطور آروم. پشمان ساکو برده بیار. برده بیار. باشه باشه. اون یکی ببخشید.
ببخشید. خوشحال شدیم. آقای محبی حالتون خوبه؟ نه چی شده؟ نه فقط میخواستم بگم دخترتون به دنیا آمده، مبارکه. میتونیم بیاییم ببینینش؟ من میخوام بغلش کنم. خراشیده و رد شده دفعه بعد من نمیستم خوششانس بشه. بدشانسی رو بردم، ناشیگری از من نبود. زاخسی های خریداره را چوب زدم. عتیقه هارم گرفتم، 3 میلیون دلار. چی میشه حالا؟ هیچی، دوباره میرم زندان. عزیز کجاست؟ نمیدونم، دارم دنبالش میگردم. کجا
کاش دوباره می دیدمش. اصلا فکر نمی کردم به این زودی دلم براش تنگ بشه. خدا خیلی دوست داشت که با من نبودی. به سوری خانم بگو حلالم کن. چشماش اینی چشمای توه فایز اخ کرد اخ کردی؟ اخ با تو باز تو بابایی؟ میگم سوری جا نکنه دماغش به من بره خب بره بابا نه دماغت به این قشنگی خب دماغت اوقابیه دیگه قشنگ بابا دختره باش دلش بخواد به باباش بره آره باش کسی دلم به مامانه زنگ زدی؟ آره بهشون زنگ زدم دیگه رسیدم فکر کنم تا یه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه برسن آره عزیز چی عزیزو پیدا کردی؟ پیداش کردم ولی باز گمش کردم راست میگی؟ چرا؟ نمیدونم هی گمش میکنم دیگه ولی الان سپردم همه بیمارستان دنبالش میگردن خیالت راحت باشه جون جونه جونه میا خانوم پشما جا. یه کاری میکنی این تخت رو میده بالا تمام آره همه الان آره سلام علیکم یارم بیمارستان نگاه کن Ugh.